جمع زده به عنوان فردی که سالها در حوزه بازار و بازارهای صادراتی فعالیت دارین، شما در کنار بازار عراق چه بازارهایی رو به عنوان بازارهایی که میتونن تقویت بکنن سبد صادراتی ما رو پیشنهاد میکنید؟ توی صحبت ها من اشاره داشتم با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاد توی صنعت کاشی و سرامیک طی 4-5 سال گذشته، ما باید بریم و سهم از بازارمون رو پیدا بکنیم توی بازارهای هدف کشورهای رقیبمون. ببینید، مهمترینش که گفتم چین بود. این چین تقریبا 4 ساله که تولیدش رو کاهش داده و به تبع صادراتش هم کم شده، صادراتش تقریبا نصف شده. ما باید بریم ببینیم خب به کجاها صادر میکرده چین و میتونیم اون بازارها رو بگیریم، بازارهایی که البته قاعدتا نزدیکتر به ما هستن، از جمله همون کشورهای حوزه CIS، به ویژه اون قسمتی که آقای مهندس هم اشاره کردن، بخش در حقیقت شرقی دریای خزر یا شمال استان خراسان. اینا خیلی مهمن. خب قبلا توی حوزه نفوذ چین بودن به لحاظ بحث صنعت کاشی و سرامیک، اما در حال حاضر که چین تولیداتش رو آورده پایین و صادراتش رو، ما میتونیم بریم یه بخش از اون بازار رو بگیریم. توی غرب دریای خزر حوزه نفوذ ترکیه بوده که ترکیه هم گفتم به دلایل مختلف اقتصادی الان حتی خودش وارد کننده کاشی و سرامیک از ما شده. البته که یه بخشی صادرات هم داره، اما وقتی که ترکیه داره از ما وارد میکنه، قطعا کشورهایی که اون صادرات داشته الان فضای خیلی خوبی هستن برای اینکه ما بتونیم اونجا جولان بدیم. بعد به ضعف ایتالیا و اسپانیا هم توی یکی دو سال گذشته من اشاره کردم، بعد از جنگ روسیه و اوکراین، قطعا اونجا هم یه بازار خیلی خوبیه که حالا یا ما باید به یه نوعی مستقیم وارد اون بازار بشیم یا اینکه از طریق ری اکسپورت و از طریق ترکیه. و این بازارهایی که در حقیقت صادرکنندگان سنتی صنعت در اختیار داشتن، بازارهای چین، بازارهای حوزه نفوذ چین، حوزه نفوذ ترکیه، ایتالیا و اسپانیا، الان بازار خیلی خوبی هستند برای اینکه ما بتونیم وارد بشیم. و گفتم یه فرصتیه که دائمی نیست، موقته و الان وقت وارد شدن به این بازاره. واقعا هم کیفیت ما اگه بخوایم رقابت میکنه با کیفیت مثلا کشوری مثل چین یا ترکیه و ما تو کلاس جهانی داریم تولید میکنیم. برخی از کارخانجات ما واقعا دارن با لیسانس جهانی تولید میکنن. حتی برخی از جنس‌های لوکسی که ایتالیا و اسپانیا جواب میدادن ما الان میتونیم جواب بدیم. خب قاعدتاً کارخانجاتی که تو این سطح و کلاس جهانی دارن تولید میکنند به نسبت خیلی زیاد نیست، اما میتونه اگه که ما وارد این بازارها بشیم. صنعت کاشی و سرامیک صنعتی هست که این پتانسیل داره که بلافاصله توی زمان کم تغییرات لازم رو روی خط تولیدش بده یا تکنولوژی لازم رو وارد بکنه و تو اون سطح تولید داشته باشه. این پتانسیل وجود داره و بازارها به نظر من این بازارها هستن که عمدتاً CIS هم خیلی مهمه برای ما. و البته کشورهای مثل افغانستان یا حتی پاکستان که خب به دلیل مشکلاتی که با هند داره پاکستان قرار نیست از هند واردات داشته باشه، اینها کشورهایی هستن که الان هم ما به نسبت صادرات خوبی بهشون داریم و اینها هم رو میتونیم روشون سرمایه گذاری بالاتری داشته باشیم، بهتر عمل بکنیم و سهم از بازار بیشتری بگیریم تو این کشورها. عمدتا کشورهای همسایه هستن دیگه که ما میتونیم حوزه نفوذ خیلی خوبی داشته باشیم درشون. ممنون از هر دو بزرگوار که تا اینجا یه گفتگو کنار ما بودیم و از تجربیاتون استفاده کردیم. به عنوان بخش پایانی گفتگومون، تقاضایی که من دارم برای اینکه بتونیم به یک خروجی و یک سری راهکارهای عملیاتی برسیم که مورد استفاده یه فعال نیم ساعت هم قرار بگیره، از جناب مهندس کهتویی شروع میکنم و در نهایت هم خدمت شما هستم آقای مهندس تکی‌زاده. این که بازارهایی معرفی شد، حالا تثبیت بازار عراق و در کنارش توسعه بازارهای جدید، چه راهکارهای عملیاتی تجار یا واحدهای تولیدی ما میتونن داشته باشن
که بتونن نفوذ خودشون رو توی بازارهای جدید داشته باشن. حالا در کناری که بازار جدیدی رو پیدا میکنیم، خب اشاره شد به 50 تا کشور ما داریم صادرات کاشی میکنیم، ولی 45 تا این کشور 12% کاشی ما رو در واقع پوشش میده. چه کار بکنیم که در کنار این توسعه بازاری که داریم و تعداد بازارهای در دسترسمون رو بیشتر میکنیم، بتونیم نفوذ بیشتری هم داشته باشیم و سهم بیشتری از این بازارها رو مال صنعت کاشی سرامی که ایران بکنیم؟ آقای مازکردی در خدمتتون. بله، ممنون از شما. ببینید، من همیشه در هر شرایطی همیشه یک پا وایسادم که کیفیت نباید فراموش بشه. یعنی ورود اصلا شرط لازم و کافی برای ورود به هر بازاری، ولو شده بازار یأس، شما باید واقعا کیفیتت رو نباید فدای بعضی پارامترها بکنی. پس واقعا باید کارخانه تولید کننده همیشه در راستای ارتقای کیفیت، اون استانداردهایی که مد نظره، بحث تمام پارامترها، جذب آب، قوس، اگر احیانا شکستگی بوده، اگر هر گونه ایرادی داره، هم در زمان تولید هم بعد از ارائه محصول اگر عیبی داشته، واقعا مشتری مداری بکنن و جوابگو باشن. چون اگر واقعا محصولی بره وارد بازاری بشه و عیب داشته باشه، به مراتب ضررش بیشتره تا اینکه دوباره بخواد خودش رو تثبیت کنه تو بازار. پس قبل از اینکه اصلا تمام مقوله ها رو بحث کنیم، واقعا باید کیفیت همیشه مد نظر قرار بگیره. ما همیشه از تولید کنندگان تو هر برهه خاصی میریم، واقعا میخواییم که کیفیت رو همیشه مد نظر داشته باشه. دو، بحث باید تمام شده است، بحث رقباه. آقای مزدکی زاده فرمودن که آقا بله چین، هند، سایر کشور، حالا ترکیه قیمت کاشیش از ما گرونتره، ولی چین و هند گرونتر نیست. من خبر دارم که 60% 20 نانوپولیشه، زخامت 9 میل تو چین چنده، تو ایران هم خبر دارم. خب ما نمیتونیم رقابت کنیم. باید بتونیم با حفظ کیفیت چیکار کنیم که بای تمام شده بتونیم رقابت کنیم با چینیه، با هندیه. پس کیفیت و بهای تمام شده. ما الحمدلله مهندسان بسیار خوبی تو کارخونه داریم. بالاخره تونستن تو شرایط تولید موادایی که از خارج از کشور می اومد و بسیار به خاطر اون بحث دلار برای کارخونه گرون در می اومد، یه سری موادای جایگزین از خارج از کشور یا جایگزین داخلی لوکال تهیه بکنم با حفظ کیفیت که بتونن با اعتماد شده رو کنترل کنن. پس یکی بحث کیفیت هست، یکی هم این که با توجه به رقبا نگاهی به قیمتمون و با اعتماد شدهمون داشته باشیم و چه قیمتی قرار تو بازار بدیم. مهمترین موضوع بعدی حضور در اون کشور است. من چندین بار عراق رفتم، اربیل، سلیمانیه، تمام تولید کنندگان ترک، کوتاهیا، بیم، به اصطلاح شرکت های معروف ترکیه، تمامشون تو شهر اربیل، تو شهر سلیمانیه وقتی نگاه میکنی شوروم دارن، بالا تابلوشون خورده، ولی محصولات کشور ما کف مغازه ها پهنه. باید پا بذاری رد بشی بری جلو برسی به قسمت حالا صاحب مغازه، یا اگرم به اصطلاح چیدمان کردن، همین پنل های ساده کردن و همینجور تک به تک گذاشتن. ولی بین کوتاهیا و کل کشورهای ترک و کشورهای به اصطلاح شرکت های ترک و شرکت های ایتالیایی و اسپانیایی شوروم دارن، محصولشون رو بسیار زیبا نشون دادن. پس نشان دادن محصول حالا با حداقل هزینه که میشه، حالا یه ماروچی، یه پنلای شیکی که آقا محصول بسیار زیبا ارائه بشه، دیده بشه، این موارد است. یکی هم بحثی که مربوط به کارخونه ها نمیشه، ورود انجمن، ورود وزارتخانه سمت و ورود وزارت امور خارجه، تسهیل کردن مبادلات تجاری بین کشورها. رایزن اقتصادی میخواد کارخونه خودشون ورود وزارت امور خارجه ورود کنه، وزارت اقتصاد دارایی باید ورود بکنه، نمیدونم سازمان توسعه تجاری باید ورود بکنه. این موارد واقعا در کنار هم اگر رعایت بشه، قطعا شاهد افزایش صادرات شرکت ها خواهیم بود. ولی خب ممکنه تو بعد تولیدی، تو بعد دولتی اون همکاری لازم نشه یا مشمول زمان بشه.
الحمدلله شرکت ها درآمد کافی تو زمین ها دارن، قطعا میتونن خودشون با اختصاص دادن نیروهای بازاریابی که حالا به زبان اون کشور مسلط هستن دقیقا ورود کنن به اون کشورها. من بحثم بیشتر رو این موارد هست که راهکارها واقعا همینه، خیلی ساده است ولی قشنگ میشه به کشورها ورود کرد و یه حرکت های انجام داد. مثلا تو بحث ریل، اگر واقعا این بحث ریل نهایی بشه، ما راحت میتونیم از طریق یزد به مرسین ترکیه صادرات داشته باشیم به اروپا. اگر ریل اوکی بشه به بحث کش نزدیک کشور عراق خیلی کمک میشه تو بحث حمل و نقل. اگر ریل به بندر عباس نهایی بشه اوکی بشه خیلی کمک میشه به صادرات از طریق بندر عباس که از اون بعد به بحث عمان و صادرات به بحث آفریقا. اگر بحث ریل اوکی بشه به این کشورهای بالا و از اون طرف هم به اصطلاح کاملا جابجایی ریل به اون کشور قابلیت داشته باشه، خیلی کمک میشه که تو بحث حمل و نقل الان یه معضلیه، واقعا حمل و نقل یه معضلیه. قشنگ اکثر جاها حمل و نقل بالاتر از نرخ خود کاشی افتاده. خب این هم یه معضلیه که باید واقعا کارخونه ها دولت اساسی یا یه فکر اساسی پیگیرانه ای که کار انجام بشه تو این زمینه اقدام بکنه. ممنون جناب استاد. شما به عنوان بخش پایانی فرمایشاتون چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید واسه حضور موفق تو بازارهایی که نام بردید؟ بعضی از راهکارها که به ذهن ما میرسه، ببینید بحث سیاست کلان مملکت واقعا مهمه. یعنی ما شاید بگیم یه بحثی روی کاغذه عملیاتی صحبت کن، ولی واقعیت اینه که ما باید بدونیم نهاد سیاسی ما باید با دنیا یه جوری کنار بیاد. تا کنار نیاد، چون صحبت از صادراته، شما میخوای با بسیاری از کشورهای دنیا به صورت اقتصادی تعامل کنی، خب قبلش باید مسئله سیاسی تا باشون حل کرده باشی. این مسئله خیلی مهمیه، منم گذرا فقط رد میشم، نمیشه نگفت، یعنی مهمه. بعد سیاست تثبیت نرخ ارز، این بسیار ضرر زده به صنعت ما و صنعت کاشی هم خب همین بلا سرش اومده. یعنی مثلا شما سال 90 تا 95 وقتی نگاه میکنید، جدای از بحث تحریم ها و مسئله دیگه که وجود داشته، یه سالای قبلش این تثبیت نرخ ارز واقعا ضربه میزنه. یعنی این یه گیاهیه که آب بهش نرسه. وقتی نرخ ارز ثابت میمونه، اجازه نمیدن که مثل بقیه کالاها عرضه و تقاضا قیمتش رو تعیین کنه، به شدت ضربه میزنه. ما از یه طرف شعار بحث حالا حمایت از تولید ملی میدیم، ولی همین تثبیت نرخ ارز بزرگترین مصیبته که نابود میکنه صنعت ما را، اشتغال ما را. و اگه یه روزی این بحث تثبیت نرخ ارز رو واقعا دولت بذاره کنار، سرمایه گذار میتونه برنامه‌ریزی بلند مدت کنه، صادر کننده میتونه برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشه. شما مثلا صادر کننده ما میره الان که نرخ ارز مثلا 30 خورده شده، توجیه داره براش که پاشه فرضاً بره توی افریقا بازاریابی کنه. بعد چند سال میگذره، تورمای 40%، 50%، 30% میخوره، اصلا بعد میبینی که عرضه ثابت مونده، اصلا دیگه توجیه نداره. یعنی هر چقدر هزینه کرده عملا باید نابود شده تلقی کنه. این تثبیت ارز هم خیلی مسئله مهمیه که لاقل عدم تثبیت ارز میتونه خیلی کمک کنه به صادرات ما. عملیاتی تر بخوایم صحبت بکنیم و اون چیزی که مربوط به خود صنعته اون و البته کمک دولت هم هست، اون بسترسازی حمل و نقله که خب خیلی مهمه. شما تو صحبتتون گفتید آقای مهندس فرمودن این حمل و نقل خیلی مهمه، یعنی این زیر ساخت حمل و نقل بسیار مهمه. ما حالا که اینجا هستن، ما باید اون حمل و نقل ریلی رو براشون فراهم کنیم. اگه به فکر صادراتیم، نمیشه با تریلی و کامیون فرستاد محمولای بزرگ صادراتی ها، میشه ولی خب هزینه های خیلی بالایی داره. و از اینجا به بعد که میخوایم به توسعه فکر کنیم، بریم روی آمایش سرزمین واقعا کار بکنیم. ما هزاران کیلومتر ساحل داریم، سواحلی که متصل به دریان، متصل به اقیانوس هم. شما میرید توسعه نیافته ترین منطقه ایران کجاست؟ جایی که متصل به اقیانوس هنده. و خب اینها